ما امروز میخوایم در مورد محرم نویدکیا، فوتبال اصفهان، سپاهان و مسائلی از فوتبال ایران صحبت بکنیم. یکی از مربیان و پیشکسوتان فوتبال اصفهان و فوتبال کشورمون جناب رسول کوربکندی عزیز، سلام بر شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید به یه روز تازه. منم سلام عرض کنم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان و بینندگان از برنامه‌تون. خوشحالم در خدمتتون هستم. سپاسگزارم از شما جناب کوربکندی. شایعات اخیری که مطرح شد مبنی بر به میون اومدن اسم محرم نویدکیا برای فصل آینده سپاهان، دلیل اصلی گفتگوی امروز بنده با شما هست. نویدکیا و سرمربیگری در سپاهان به نظر شما وقتش رسیده؟ خب ببینید، نویدکیا بازیکن بزرگی بوده، از بازیکنهای بسیار اثرگذار بوده در سالهایی که در سپاهان بازی میکرده و کاپیتان این تیم بوده. به طور طبیعی میتونه اثرگذار باشه. البته تاریخ نشون داده همیشه بازیکن‌های بزرگ شاید مربی‌های بزرگی نشن، ولی نویدکیا به نظر من میتونه این ویژگی رو داشته باشه، با توجه به اینکه حالا چند تا کلاس هم رفته و داره مراتب پیشرفت رو طی میکنه. ولی به نظر من اگر از یک جای پایین تری شروع میکرد شاید موفق تر بود، ولی نویدکیا این ویژگی رو داره و این اثرگذاری رو میتونه تو تیم داشته باشه. ولی به نظر من خب یه مقدار میتونه ریسک باشه، ولی ریسک به موفقیت نزدیک تره به نظر من. یکی از مشکلاتی که الان محرم داره اینه که 98 مدرک بی مربیگریش رو گرفته، قاعدتا بعد دو سال ازش بگذره با فعالیت در فوتبال کشور، اینجاز قوانین هست که بتونه ای رو بگیره، اونم تازه اگر حالا به سراغ حرفه‌ای نباشه و آسیا نخواد رو نیمکت به عنوان سرمربی بشینه. یعنی قاعدتا باید از اون فرمول و ساختار اسم رسمن نویدکیا ولی اسمن یک شخص دیگر دارای مدرک ازش استفاده بکنن اگر سال آینده محرم نویدکیا اسمش مطرح بشه. امیر قلعه‌نویی یک بار بهمن 98 همین چند ماه پیش اشاره کرد که من محرم رو به عنوان دستیارم میخواستم و نیومد و اشتباه کرد. این اظهار نظر صریح امیر قلعه‌نویی هست. قبلا هم در تراکتورسازی خواهانه به خدمتگیری او بود به عنوان دستیار و یه بار هم دستیاری اسکوچیش رو محرم نویدکیا نپذیرفت. به نظر شما این مجموعه اشتباهات محرم نویدکیا بوده یا اینکه او انتخاب‌های درستی داشته در اینکه دستیاری این چنینی رو نپذیرفته؟ ببینیم، ما تو فوتبالمون تو کشور ما از این اتفاقات، از این دست اتفاقات زیاد افتاده که ما مثل علی دایی، مثل خود امیر قلعه‌نویی اومدن مربیگر یه تیم ملی رو قبول کردن و خیلی زود ما اونا رو سوزوندیم و مهر سوزی رو ما خیلی خوب تو کشور ما انجام میدیم توی ورزش. اینه که من خودم اعتقاد دارم که خب اگر به آرامی آدم بیاد به سرمربی برسه و یک مراحل دیگه رو طی می‌کرد شاید موفق تر بود. ولی ما داشتیم کسایی هم که اومدن بدون هیچ کدوم این مسیرهای قبلی تونستن موفق باشن. اینه که ما تو فوتبالمون خیلی نمیتونیم الگوهایی رو داشته باشیم که بگیم اگه این کار رو میکرد بهتر میشون. ولی به هر حال میگم در این که نویدکیا بازیکن بزرگی بوده، بازیکن نوع فوتبالش و اون یک بازیکن با فکر و خوش فکری بود، اینها هیچ کدومش رد نمیشه و اون بازیکن بسیار بزرگ و اثرگذار بوده تو تیم ملی، اثرگذار بوده توی باشگاه. خیلی سقوای سپاهان الان همراهشان احساس میکنم. اصفهان کلا جوش خیلی همسوه با محرم نویدکیا. بله دقیقاً، مردم و طرفدارا خیلی نویدکیا رو دوست دارن و خود اینها میتونه همه کمک بکنه برای اینکه اون یک مربی موفق باشه. ولی به نظر شما نیاز داره قبل از سپاهان در لیگ برتر سرمربی باشه؟ چی؟ نیاز داره در لیگ برتر قبل از اینکه نیمکت سپاهان رو تجربه بکنه سرمربی باشه؟ خب جای دیگه شاید خیلی سخت تر بود براش تا سپاهان. سپاهان براش راحت تره به دلیل اینکه هم چندین سال بازیکن این تیم بوده، کاپیتان این تیم بوده، افتخارات زیادی آورده و همونطور که شما گفتین تماشاگرها با اون خیلی همسوان. و باشگاه اگر، من که این خبر رو دارم از شما میشنوم، اگر واقعا یک چنین اتفاقی بخواد بیفته باید حتما دستیارایی رو برای خودش انتخاب کنه که تجربه بیشتری داشته باشن، چون تجربه بسیار مهمه و یک روزه نمیتونه آدم همه تجربیاتی که تو فوتبال نیازه رو داشته باشه. مثل کارهایی که
کشورهای دیگه میکنن، تو آلمان میان یک مربی، یک بازیکن بزرگ رو میذارن سرمربی، ولی دستیارای خیلی خوب رو براش انتخاب میکنن، دستیارای که هم کلاس و دوره ها رو دیده باشن که بتونن اون خلأ بی تجربه گی رو پر بکنن. من البته این نکته رو بهش اشاره بکنم که ما بیشتر در مورد خود محرم نویدکیا و آینده سرمربیگریش داریم صحبت میکنیم. الان سپاهان سرمربی داره جناب آقای امیر قلعه‌نویی و اصلا بحثی هم تا انتهای فصل نیست. با توجه به اخباری که از اصفهان به گوش میرسه و محرم نویدکیا رو گزینه جدی برای فصل آینده میدونن، ما این تصمیم رو گرفتیم که با یکی از قدیمی‌های فوتبال کشورمون و البته فوتبال اصفهان در این خصوص صحبت بکنیم، صرفا در مورد ظرفیت‌های محرم نویدکیا، یعنی کاری به این فصل نداریم و قصدی هم برای جهت خدای نکرده حاشیه‌سازی برای اصفهان نداریم. اونا فعلا خیلی خوب دارن در لیگ نتیجه می‌گیرن. اما آقای کوربکندی، با توجه به هزینه‌هایی که توی سال‌های اخیر فوتبال اصفهان به خصوص زردهای اصفهانی انجام دادن، به نظرتون در سه فصل اخیر فوتبال اصفهان رو به رشد بوده، درجا زده یا پسرفت کرده؟ ببینید اگه بگیم فوتبال اصفهان، من به نظرم پیشرفت نکرده، چون ما بازیکن‌های اصفهانی در تو تیممون خیلی کم داریم. حتی شاید سپاهان به یک دو تا نم سه تا بازیکن نرسه بازیکنایی که داره. پس فوتبال اصفهان پیشرفت نکرده، ولی سپاهان پیشرفت کرده، دلیل اینکه خب بهترین بازیکنای ایران رو جذب کرده، هزینه‌های سنگین کرده، بازیکنای خارجی خیلی خوب آورده و نتایج خوبی رو گرفته. عنوان قهرمان، چند تا قهرمانی در جام حذفی لیگ آورده. همه اینها برای سپاهان پیشرفت بوده. ولی اینکه ما بگیم جوانای اصفهانی توی این تیم ها رشد کردن و ستاره شدن، به ندرت یک چنین اتفاق میفته. حالا شاید برای یه عده‌ای نظر دلیل اینو چی میدونید؟ دلیل این عقب افتادگی استفاده از جوانهای اصفهانی رو؟ برای اینکه نتیجه گرا هستیم. وقتی که ما نتیجه گرا میشیم دیگه دنبال جوان ها و دست، با اینکه خود سپاهان آکادمی خیلی خوبی داره، بازیکن های خیلی خوبی رو تولید میکنه، ولی ما وقتی که میخوایم عنوان قهرمانی رو داشته باشیم و یک تیم بزرگ داشته باشیم، خب به قول امروزی ها میگن دیگه اون بحث بازیکن بومی و نمیدونم بازیکن جوان و اینا منتفی میشه. ولی در مجموع من همین رو در جواب شما گفتم که فوتبال اصفهان پیشرفت نکرده، ولی سپاهان پیشرفت کرده، به دلیل اینکه با هزینه های هنگفت بهترین بازیکن های ایران رو هم که آقای تابش هم با توجه به هزینه هایی که انجام شد، به نظرتون نتایج سپاهان رو به پیشرفت و رو به جلو بوده در سه فصل اخیر؟ بله، خب نتایج خیلی خوبی گرفته، ولی امسال با این سرمایه گذاری که کرد، به نظرم نباید 10 امتیاز اختلاف رو با مثلا پرسپولیس داشته باشه. این نشون میده که یه جاهایی شاید اشتباهات شده، جاهایی ما اشکال داشتیم، مثل حالا اون بازی با پرسپولیس و انجام نشدن اون بازی. آقای کوربکندی، گفتید بازی با پرسپولیس، یکی از دلایلی که سپاهانی ها مدعی هستن که به ورزشگاه نرسیدن اینه که ما تماشاگرامون نذاشتن جلو در ورزشگاه وایستادن و اینقدر فضای فوتبالی اصفهان ملتهبه واقعا، یا اینکه یه سری تیفوسی ها هستن که این اتفاقات رو رقم میزنن؟ ببینید، طرفدار تیفوسی ها خیلی دو آتشه رو که داره سپاهان، ولی به نظر من اینها همش میشد مدیریت بشه، برای اینکه خب سپاهان بازی های بزرگی خیلی بیشتری رو داشته. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ اینقدر حرفا زد و نقیزه و اینقدر حرفایی که زده میشه، فرمانده انتظامی، مدیر عامل باشگاه، مربی باشگاه، اینقدر حرفا زد و نقیزه که واقعا آخرش نمیدونستیم با که، یعنی نیرو انتظامی نمیتونسته مسیر رو باز کنه تیم بره، یا واقعا دیدگاه این بوده که بازی نکنن. یعنی هنوز هیچ کس به این نتیجه نرسیده که اشکال برگزار نشدن اون بازی واقعیتش چی بوده. ولی به هر حال یه کار غیر حرفه‌ای، یه کار غیر مرسوم تو دنیا که یک بازی بزرگ به خاطر اینکه حالا یا بدون تماشاگر باید برگزار بشه، این مسائل پیش بیاد، اوایل کرونا بود دیگه. دقیقاً، آره میگم، به هر حال اون یه کار غیر حرفه‌ای و غیر قابل پذیرش بود و به نظر من این خب یکی از چیزای مسائلی که باعث شد ایجاد حساسیت کرد همین بشه، همون برگزار نشدن اون بازی.